سلام به همگی، من مینام، خوش اومدید به ویدیو من. ایشالا که حالتون خوب باشه. ما رفتیم بیرون، از صبح بیرون بودیم، من وقت دکتر داشتم، سه دارو اینا گرفتم و بعد خریدم کردیم. بگم بهتون میخوام چیکار کنم. میخوام ترشی درست کنم، گل کلم گرفتم سه تا، فلفل، هویج، بادمجون، خیار، اینم که سیب زمین ترشی. سامی خیلی دوست داره، اول از همه میره اینا سوا میکنه. سیر گرفتم و با شیبیت. بعد اینجا آلبالو زامینا عوض کرده، آلبالو هنوز اینجا پیدا نکردیم، آلبالو تازه، به خاطر همین رفتم از این مغازه لوکوفود. این بسته آلبالو تا چی میگم خیلی تر و تمیز هسته گرفته، 300 گرم آلبالو هسته گرفته 22 کرون فکر کنم. 5 تا بسته گرفتم، پارسالم گرفته بودم که هم آلبالو پلو درست کنم و ببینم که سامینا بخوره. بعد دیگه هندونه گرفتیم و اونم که مایه صابونه. آها، این بستنی هم خیلی چیز خوبیه، البته الان این آبه، آبکیه. اینا رو وا میکنم، تو هر بسته چند تایی داره، 8 تا داره، میذارم تو فریزه و سرش اینجوری قیچی آدم میکنه و میاد بالا به سر حالت یخمک خودمون. 3 تا طعم داره، کوکاکولاشو من پرتقالیشو گرفتیم و با توت فرنگی. مثلا بچه ها قالب بستنی هم دوست دارن، آدم میتونه اینو بعد خالی کنه تو این قالب ها بعد بهشون بده. بعد تخمه گرفتیم و اینم که از این دستمال های ابری که اینا خیلی تو خونه لازم میشه. بعد برای خودم هم یه دمپایی گرفتم، اینم که شکلات ها، اینم از این چوبای چاپستر که خصوصی نودلار که بچه ها میخورن، هم این چنگل های کوچولو. بعد یه دونه از این ظرفای پاپکن بزرگشو من داشتم، برای بچه همیشه درست میکردم. سامیار میخواست بگیره ظرفه رو موب بشینه بخوره، سامینا هم میخواست بره تو اتاق دیگه. اول این دوتا رو گرفتم از یه مغازه دیگه نرمال، بعد اومدیم مغازه عربیه، دیدم از اینا کوچیکش هستش. به سامی گفتم فاکتورش هم هست ببریم پس بدیم، ولی گفت نمیخواد، اینم نگه داره یه وقت براشون همزمان چیپس هم میریزی میخورن. یه گفتم باشه. اینم این چیپس و سامینا الان گفت برای من بگیرین، همه جام نداره. رفتیم گرفتیم دیگه، میدونید دیگه این چیپس خیلی تند و ترشه، بعد خیلی هم بیخودی گرونه. همین یه ذره کوچولو چیپس 50 کرون، نمیدونم چرا اینقدر گرونه. دیگه خلاصه همین دیگه، الان هم برم اینا رو سریع جا به جا کنم و بریم ترشی رو درست کنیم. خب بچه ها، من اومدم کباب تابه‌ای درست کنم. یه چیزی که خودم الان چند وقته این کار انجام میدم، خیلی راضیم، گفتم که به شما بگم شاید به دردتون بخوره. دیدین کباب تابه‌ای درست میکنیم، تو تابمون آب میفته، حالا یا بعضی آبشو خالی میکنن یا اینکه میذارن و آبش یواش یواش کشیده بشه بعد کباب سرخ بشه. خب خیلی هم هستن روغن رو داغ داغ میکنن، کبابا رو توش سرخ میکنن، ولی من از اون دستم که این کارو نمیکنم. همجوری گوشتو پهن میکردم تو تابو، زیرشو روشن میکردم، یه عالمم آب مینداختش همیشه. ولی الان با این کاری که میکنم کباب هم تردتر میشه، هم خوشمزه تر میشه، هم وقتی سرخ میشه خوشگل تر میشه. مزهش هم به نظر من خیلی بهتر از کبابی که قبلا درست میکردم. اینو فقط خودم نمیگم، بچه ها سامی هم گفتن. خب کاری که میکنم اینه که گوشت چرخ کرده مثل معمولی، پیاز رنده شده، نمک و فلفل و زردچوبه. اینجا پودر سوخاری داریم، به ازای مثلا انقدر گوش یه 4 تا قاشق غذاخوری 4-5 تا از این پودر سوخاری میریزیم. نشون بدم مثلا یکی، این باعث میشه هم گوشت نرم میشه، همون آب اضافه شو جمع میکنه، هم خیلی خوشمزه میشه. یعنی من یه چیزی خوب نشه اصلا اونجوری نیستم بیام جلوی دوربین بگم، اگرم خراب بشه 100% میگم. اینو چندین بار امتحان کردم، مطمئن شدم خوبه، بعد اومدم بهتون میگم. بعد اینو قشنگ ورزش میدیم و یکم روغن پهن میکنم تو تابه سرخ میکنم و نتیجهش هم بهتون نشون میدم. بعد یه نکته دیگه هم که قبلا هم گفته بودم، اگر احساس میکنین گوشتتون چربیش به اندازه کافی نیسته، چون کباب تابه‌ای
باید چربی گوش اندازه باشه. به شیره قاشق غذاخوری کره آب شده نه کره معمولی اضافه میکنم و عرض میدم. جانم باش الان میارم. من میخواستم گوشتو راحت پنگ کنم تو تابه، کارم راحت شه، ولی خب دستور از مقامات بالا اومد که کوچولو کوچولو درست کنم. بلد بودی راست میگی آجی. خب میبینی این الان روغنه، این بخش زیادی که میبینی روغنه. چی؟ به موقع اومدم. من دوباره پاس کردم ماسته کردم. راست میگی؟ ببین چیزی آدم باش کرده که خیلی دوستم داشت. خیلی دوستم داشت اون قلبم و برداشت، گرفت و دست داشت، یادم نمیره خیلی دوستم داشت. چه قشنگ سرخ شد، یک ذره هم آب ننداخت. اینجوری سامیه که آرد سوخاری میزنم بهش، خیلی خوب میشه کبابش. بگو چقدر خوب شده برون دفعه. بگو باید اونا اصلا دست نزن. چرا؟ چون که آدم رو برن نبکنه. راست میگی؟ شام باید سوپ برشته. باشه، خودت بلد نیستی درست کنی؟ چجوری درست میکنه؟ اگه گفتی سوپ رشته رو چجوری درست میکنم؟ بعد آب مرغ برداره رشته با مرغ. همین؟ بعد هم اونا رو گرم کنه، بذار اون رشته مرغ رو بذار تو آب مرغ. اینجا رو امتحان کنیم. ولی خوب میره ها. اون قلبم رو برداشت، گرفت رو دستاش، یادم نمیره خیلی دوستم داشت. واسه کاراش، واسه حرفاش، خیلی دوستم داشت. خیلی دوستم داشت. قشنگ خونجو بخوده. گفتم خیلی دوستم داشت. آش سامیا، تو دوست داری بزرگ شدی بچه چی بیاری؟ پسر یا دختر؟ دختر. دختر؟ پسر. اسمش چی میخوای بذاری؟ من بخوام بدم اسمش برگ. برگ بذاری؟ آره. چقدر قشنگ. به سویدی یا به فارسی؟ به فارسی. زنبور. اونا رو
قلبم رو برداشت، گرفت و دست داشت، یادم نمیره خیلی دوستم داشت. اون قلبم رو برداشت، انداختیش. پروانه بیرین چجوری دوست میشه این پانتو چجوری؟ اول لروه به تو کنگش تا فردا بشه پروانه. آره اول یه کرمه بعد... کرک اصلا لرو. آره به فارسیش میشه که بعد پیل میره تو پیلش بعد در میاد میشه چی؟ پروانه. بیچاره با یه دونه دیگه که پروانه نیسته. آره یه دونه اون داره رابره با پروانه. یه دونه مگس گرفتی یه دونه پروانه. میخوا آزادش کنی پرواز کنه بره ترسیده الان. کی؟ پروانه رفتش خوشحال شده. خیلی خوشحال شد. شیشه هارم که از قبل اینا رو شسته بودم، بعد همیشه میشورم توشم دستمال میذارم که بوش رو بگیره، تا حدود زیادی بوش رو میگیره. همیشه درست میکنم که آب و سرکه با هم قاطی میکنم. یه مدل دیگه مدل مامانم میخوام درست کنم، چون این سری که رفتیم ایران یاد بچگی افتادم، ترشیش واقعا مزه داد. من ازش پرسیدم که چه جوری درست میکنه، دیگه گفتش مثلا چه ادویه میزنه و بادمجونش رو چیکار میکنه. یه شیشه‌اش هم میخوام اونجوری درست کنم. حالا دیگه به روش مامانم بریم جلو. ولی خب سبزیای تازه‌ای که مامانم میریزه من همه اونا رو ندارم، یه سرچ خشک و فقط یه شیبیدش تازه دارم. الان کاری که میکنم این دوتا بادمجون رو من سرشو میگیرم، بعد حالا هر اندازه ای که دوست دارین، گرد دوست دارین یا حالا هر جور که میخواد قلط کنید. Thank you.
این کوچیکی الان جاش باید عوض کنم. آخه میخواستم با سرکه بجوشونم، گفتم توی استیل باشه که یه وقت این چی میگن تفلونش خراب نشه، ولی دیگه مجبور. خیلی سرکه نمیریزم که مثلا قوطه بر بشه توی سرکه. سرکه گلو و چشمم داره میسوزه، نمیدونم چرا اولین بار اینجوری شد. اینم سریع بشوریم بزنیم سر جاش. یکی از علتها این که آدم داره یه کارهای مثل توشی و مثلا کیک و شیرینی و اینجور چیزا درست میکنه، علت شلوغی آشپزخونه همین ظرف و ظروفیه که آدم هی کثیف میشه میذاره میمونه. اگه تا اونجا که میشه آدم اینا رو جمع و جور بکنه خیلی راحت. همینجور با دست میخوام پخت کنم. ترشی هم از اون دست چیزاست که کاملا زاغره‌ایه، مثلا نمیتونی بگی این ترشی نیست، این ترشی اصل نیست، نمیدونم اینجوری. هر کسی اونطوری درست میکنه که خودش دوست داره، خانوادهش دوست دارن، حالا میخواد برای خوششون بیاد میخواد نیاد. بعضی مثلا ترشی دوست دارن له بشه زیر دهن، یعنی تا این حد رسیده باشه که میپزن ولی یه ذره تو آب میجوشونن. بعد بعضی مثلا چه میدونم بامیه میریزن توی ترشی. یه کاملا سلیقه یه دیگه، ولی مثلا ما دوست داریم ترشی ترد ترد باشه. دست منم یه جوریه که خیلی سریع میرسه وقتی ترشی جونا سیم پات گیر نکنه به سیم. اون چیه؟ اون سرکه هست بداره. ببخشید بزر بجا تو این باز بودش بشم افتاد آب کشید تو این بزر بجا بابا و مثل نوشابه بشه باز صدا این بزر بجا بابا هم به هم گیرو برو درم ببن خیلی ها ترشی درست میکنن کپک میزنه، مثلا میگن که به خاطر همینم پارچه میندازن، این وسایل هایی که میشورن و میریزن رو پارچه میزنن قشنگ خشک خشک میشه. ولی خب خدا شد چی شد ماما؟ بابا کو؟ خب بیا اینا رو سامنه بذار آشپزخونه از هر راه داری میای بذار اونجا به کابینه سرکه هست دیگه، میدونم که چیز بعدی نیست. بچه همه بوی سرکی خفه شده کجا داری تشکر بری؟ بادم جون همینه تو سرکی پختم بو از اینجا داری میاد. اون نیستش که چی تخمه شربت نیستش کلیپ را. آره داشتم میگفتم یه زمانی من ترشی درست میکنم نس آب و نس سرکه میزنم کپکم نمیزنه خدا شکر.
به دست آدمه چی جوریه. خب بچه هم رفتم بیرون با باباشون. من چند بار از سر این ترشی پا شدم، یه بار پاپکورن درست کردم، یه بار تو پاپکورن سامیار آب ریخت، بعد دیگه یه بارم پا شدم توت فرنگی براشون شستم که ببرن یعنی بشینم راحت درست کنم. خب حالا که دارم این ترشی رو درست میکنم، گفتم یکم درباره یه موضوعی صحبت کنم، شما که بعد میتونید نظرتون رو تو کامنت ها بگین. من همیشه به این موضوع فکر میکنم، به موضوع رفت آمده. بچه منظورم شخص خاصی نیست، من کلن راجبه آدم ها دارم، این خصوصیات آدم ها دارم صحبت میکنم، زندگی هامون، هممون تو دوره زندگیمون، در طول زندگیمون مجبور بودیم یا مجبور هستیم با یه سری آدم ها، حالا یکی دوتا، یه سری یکی زیاده که کم، بریم و بیایم رفت آمد داشته باشیم که اصلا نه اون آدم ها شما رو دوست دارن، ما رو دوست دارن، نه ما دوستشون داریم. میریم میایم، دعوت میکنیم، دعوت میکنن، میخوریم، الکی از همدیگه گهگداری تعریف میکنیم، الکی میخندیم، بعضی موقعا به همدیگه تیکه میندازیم. من اصلا همیشه خدا این دغدغه فکر منو میگم، چرا ماها باید مجبور باشیم به این کار؟ چرا مثلا با کسی که دوستش نداریم نمیتونیم آزادانه تصمیم بگیریم که باش نریم و نیایم و دعوتش نکنیم؟ خیلی بده اینجوری، خیلی بده. بالاخره بحث و اینجور چیزا بین همه هست، منظورم اونا نیست، ولی بعضی موقع تو زندگی بعضی آدم ها چه میدونم هر کاری هم بکنی، هر کاری هم بکنن، شما دلتون باید صاف نمیشه یا اینکه اونا دلشون با آدم صاف نمیشه، کلی دارم میگم. پس بهتره که وقتی آدم دوست نداره همدیگه رو با همدیگه نره بیاره، که وقت خوبش و وقت چی میگه تلاش و صرفه یه همچین رفت آمده و وقت گذرانی های بی خود نکنه. من چند وقت پیشا، چند سال پیشا یه دونه کتاب هم اینجا خونده بودم، درباره یه نفر بود که زندگی نامه خودش رو نوشته بود، قبلا هم بکنم دربارش گفتم یادم نیستش، که این آدم یه دیاگنوزی داشت، یه بیماری داشت از شاخه های اوتیسم بودش. خیلی قشنگ نوشته بود یه تیکشو که دنیاش اصلا با دنیای بقیه آدم ها فرق میکرد و به نظر من قشنگ بود. این یه تیکه از دنیاشو من دوست داشتم، به خاطر اینکه مثلا یه قسمت بودش که یه نفر بهش گفت این بولیز من قشنگه، گفتش که نه قشنگ نیست. بعد مثلا مورد اعتراض قرار گرفت که چرا تو یکی میگی فلان چیز من قشنگه، باید بگی قشنگه. گفت آخه چرا وقتی قشنگ نیست باید بگم قشنگه؟ داشت تو این دنیای بقیه دروغ و دروغ گفتن و ریا و اینجور چیزا رو یاد میگرفت، ولی تو دنیای اون اینجوری نبود. میگفت چیزی که قشنگ نیست و باید بگی قشنگ نیست، آدم باید واقعیت رو بگه. یا مثلا آدم ها که تخلف میکنن تو رانندگی، تو قانون رعایت میکنن یا هر چیزی، تو سرش نمیرفت این آدم، میگفت وقتی که خب یه همچین قانونی هست خب چرا رعایت نمیکنن؟ هیچی میگم، یه دنیای خیلی قشنگ و واقعی داشتش. من همیشه میگم کاش که آدم ها، همه آدم ها یه همچین دنیایی داشتن، نه اینکه مثلا بیماری داشته باشن، ولی واقعی باشه، آدم خودش باشه. هممونا نمیتونیم متاسفانه که تو دنیای زندگی میکنیم، تو شرایطی هستیم، نمیتونیم. کاش یا خدا قلبامونو انقدر صاف و انقدر مهربون میافرید که ازن اونجوری نبود که از کسی خوشمون نیاد، اینکه حالا که اینجوری هستیم این قدرت رو میداشتیم که تصمیم بگیریم. من خودم خیلی بچه اهل رفت آمد نیستم، یعنی اگه چند روزم از خونه بیرون نرم یا اینکه اگه چند سال یکی من دعوتم نکنه، اینا اصلا خیلی روم تأثیری نمیذاره. در کل اینجوری بهتون بگم، به غیر از نزدیکانم خیلی دلتنگ نمیشم. من فکر میکنم یه سری آدم ها، یه سری تو دوستی ها، رفاقت ها که مثلا میام میگم آی دلمون تنگ شده بود براتون، من فکر میکنم اینا دروغه. من همیشه میگم طرف حوصله‌اش سر میره، میاد میگه دلم تنگ شده،
میدونی چی میگم؟ اینایی که دارم بهتون میگم همه به خودم ثابت شده دارم بهتون میگم ها. اینه که من خودم کلن نمیتونم دروبکی به یکی که دلم براش تنگ نشده بگم دلم برات تنگ شده. اگر به کسی که میگم دلم برات تنگ شده پیام مینویسم میگم دلم برات تنگ شده، واقعا دلم براش تنگ شده. دروغ و اینو خوشم نمیاد اصلا. بعدش هم اگه من چند روزم توی خونه باشم هیچ جا نرم، خیلی راحت میتونم تو خونه خودم رو سرگرم کنم، بهم خوش بگذره. نظر من تو خونه موندن همیشه به این معنی نیست که آدم افسردگی داره. نمیدونم کسی که تو خونه میمونه حتما پرده رو میکشه میده تو خودش آهنگ غمگین گوش میکنه. نه، من تو خونه خیلی هم بهم خوش میگذره. خیلی موقعا به خاطر بچه ها میرم بیرون. موقعی هم که بیرونم میرم بهم خوش میگذره ها، بیرونم میرم کاری میکنم بهم خوش میگذره خیلی. ولی در کل اونجوری نیستم، فقط اهل بیرون رفتم، مهمونی، پارتی رفتم، این بر اون بر باشم. فضای خونم کلی برام خوشگذرانی هستش. با افراد خانوادم کلن وقت گذروندن برام خیلی شیرین تر از بقیه چیز هست. من سوئدی ها یه اخلاقایی دارن، من خیلی خوب معاشرت نشم با سوئدی ها، چیزایی که درباره شون همه جا میگن دیگه. اینه که مثلا مهمون میاد خونهشون خیلی مهمونیشون رو ساده برگزار میکنن، خیلی راحت میگیرن همه چی رو، یه غذایی درست میکنن، دور همدیگه میشن، ساعت ها حرف میزنن. یه جورای خوب از یه سری لحاظ نگاه میکنی، به خاطر اینکه اون صابخونه هم لذت میبره. ولی مثلا مهمونی ما ایرانی ها، اونی که دعوت کرده از چند روز قبلش که باید در تلاتون باشه، چی به پزه چی نپزه، استرسی این که غذاش خوب بشه نشه، اون روز مهمونی خودش درست سابه غذا آدم نمیتونه بخوره که فقط میخواد خوب پذیرایی کنه فلان کنه، اینا یه جوری مثلا اینگاه یه دینی گردنته، تو میخوای این دین رو بدی. حالا یکی خیلی از اون دین ادا کردن لذت میبره، دوست داره مهمونی بده، یکی هم نداره، به زوری فقط دینش رو ادا میکنه. ولی چقدر خوبه که آدم مهمونیاش هم لذت ببره. مثلا خیلی این سوئدی ها رو میگن خسیسن فلان هم بسار اینا، راحت میگیرن دیگه مهمونی رفتنشون و کادو خریدنشون. و ما یه جا رفتیم مهمونی، تولد بود آره. بعد یه خانواده یه زن و شوهر چیزم بودن، سوئدی هم بودن، اونا اونجا واسه تولد برای اون بچه یه دونه برچسب آورده بودن. برچسب هست میدونی بکنه خیلی ارزون، از این برچسب های توپل هم نبود که مثلا برجسته باشه گرون باشه. خیلی راحت یه دونه برچسب گرفتن ازشون، کادو کرده بودن آورده بودن. یعنی به این اندازه به خودشون سخت نمیگیرن. عروسی رفتنشون من تا حدودی دوست دارم این عادتاشون رو، اینکه تعارف ندارن، رواسی ندارن، اگه غذا خودش رو حساب میکنه، اگه کار خودش رو میکنه. عروسی مثلا یه بار ما یه عروسی رفتیم ایرانی سوئدی با هم، بعد یعنی ما یکیش خود من از چند ماه قبل در تلاطم اینکه وای چی بپوشم چی کار کنم. بعد رفتیم تو اون مهمونیه، من دیدم از سوئدیا چقدر راحت و ساده اومدن تو اون عروسی، اصلا آدم میدیدشون احساس راحتی میکرد. دیگه از همون به بعد شد دیگه من برای جایی رفتن اصلا دیگه فکر نمی کنم چی بپوشم. همون روز میرم سر کمدم یه چیزی برمیدارم میپوشم. ساده تر لباسا رو پوشیده بودن، به خود خیلی هم قشنگ بود. موهاشون همجوری فقط شونه کرده بودن، یه آرایش خیلی ملایم. اصلا به نظر من دوست دارم. ولی خیلی مثلا میگن که نه باید آدم خیلی آدم ملاتی باشه، ولی من اینجور رفتارا رو میپسندم. خلاصه سرتون درد آوردم. این توی این ظرفه میخوام اون ترشی رو درست کنم که میخوام بادمجون و اینا بهش قاطی کنم. اینم اونجور که بچه ها دوست دارن دیگه.
توی این شیویت زیاد ریختم، خوردش کردم، ولی توی این حالا نریختم و نریختم شیویت. خب بادمجونم بهش اضافه میکنم. سیر رو توش نمیریزم هم بزنم، چون همش میفته توی یه دونه شیشه و اون اینکه شیشه ها بی سیر میشه. وقتی که دارم داخل شیشه میریزم، سیرش رو همون موقع بهش اضافه میکنم. حالا ادویه هاشو میزنیم. این که سیادون است به فرمایش مادر، یه ذره این میزنیم. بس اینم نرم و خشکه، یک مامانی. اینم ترخونه. ترخونه هیچ وقت با مرزه اشتباه نگی، مرزه اگه بریزیم بو کوفته میگیره. ترخون خیلی عطر خوبی داره واسه شور و ترشی و اینا، ولی حالا تازهش خوب بهتره دیگه، ولی ما خشکشو میریزیم. کوچولو ترخون بین بزنیم. نمکش رو یکم می‌ریزیم، اگه کم بود بعد از اینکه مثلا ریختیم تو شیشه احساس کردیم فرق داشت چشیدیم دیدیم کمه، دوباره می‌ریزیم. فعلا من به این یه قاشق دو تا قاشق می‌ریزم. سه تا چهار تا یکم دیدم به این کمی زردچوبه، یه زرم بگیم. اینم پودر تخم گیش میزه، به اون نمیزنیم. مامانم میگه خود درستش رو بگیره آدم خودش موقعی که میخواد استفاده کنه به اندازه استفادهش پودر کنه عطرش بهتر، راست میگه. ولی من تنبلی اونم. یکم هم پودر گشنیز و گلپر. گلپرش هم خیلی مهمه ها، بگم بهتون گلپر و زیاد باشه. اینم گلپر، اینم بذار بزنیم. خوبش اول دستم تمیزه، اینو بگم کنم. اول اینو بریزم، یه چند تا سیر میریزم زیرش.
خب حالا سرکه هاشو بهش بریزم. این شیشه هم اضافه اومد. این دوتا رو آب و سرکه با هم میریزم، ولی این دوتا رو سرکه خالی. آب معمولی شیر رو میتونیم بریزیم، یعنی من اینو به جای پارچ دارم استفاده میکنم. فکر نکنید آب جوشیده است، آب معمولی از شیر با کردم ریختم. خب من الان در این ترشی ها رو میبندم، میذارم همین گوشی کناره آشپزخونه. فردا درش رو باز میکنم، آبش رو مزدش رو میچشم ببینم نمکش چند اندازه است، نمک و سرکه و ایناش. بعد دوباره درش رو میبندم و میذارم تا برسه. بعد از اینکه ترشی میرسه، آدم اگه جا داشته باشه تو یخچال نگه داره خیلی بهتره تا جایی گرم، که من جا ندارم، به خاطر همینم زود خیلی درست نکردم. ولی مثلا ترشی هم خنک است توی یخچال در میاره، سر غذا خیلی بیشتر مزه میده تا وقتی گرمه. البته میگم سلیقه‌ایه دیگه. من یه مشمع میذارم سرش.